نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارباب العالمین و الاسلام. حدیثی داریم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک تذکر اخلاقی قبل از شروع به درس عرض کنم. حدیث این است: ان الذنوب اذا تطاوعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم الختم من قبل الله تعالی. پس حدیث این شد: انا صلی الله علیه و آله و سلم ان الذنوب اذا تطاوعت على القلوب اغلقتها و اذا اغلقتها اتاها من قبل الختم من قبل الله تعالی. مسئله تکرار و تطاوع ذنوب مسئله است که آثار شوم و خطرناکی و هم در آیات قرآن هست اشاره بهش و هم در روایات. مسئله اصرار علی الذنب و تطاوع ذنوب و آثارش منعکس در هر گناه میدونید با روح انسان و فطرت و طبیعت اولیه انسان سازگار نیست، برعکس آن که آنچه بعضی ها خیال میکنن گناه با مزاج انسان میسازه. نه، گناه منکر یعنی چیزی که سلام انسان به طبیعت اصلیش اونو انکار میکنه، نامتجانسه، باروح پاک است. ولی انسان یک بار که انجامش داد یه مقدار کم انس بهش میگیره و به همون اندازه از قبحش کاسته میشه. دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار که انجام داد تدریجا انس انسان به گناه بیشتر و بیشتر میشه و قبح گناه در نظر انسان کمتر و کمتر میشه تا به مرحله بیتفاوتی میرسه، جایی میرسد که براش فرق نداره گناه و عدم. بعضی از این افرادی که گرفتار شدن گاهی آمدن با ما صحبت کردن، گفت اولین باری که مثلا من این گناه انجام می دادم خیلی ناراحت می شدم، شاید گریه می کنم، ولی کم کم به جایی رسید که برای من هیچ تفاوتی نداشت که این گناه رو انجام بدم یا نه. باز در این مرحله متوقف نمی شید، جلوتر کم کم از اون طرف مقابل در نظر انسان زینت پیدا می کنه، انس بهش داره میگیره، به رنگ گناه در میاد، گناه هم به رنگ اون در میاد، متجانس میشن. کم کم مصداق زوین الله سوء اعمادهی میشن فرعاه و حسن، اصلا این گناه منکر رو معروف میده که در احادیث داریم میفرماید چگونه میشود زمانی بر شما میاید که شما منکر رو ازش نهی نمی کنید، معروف و امر نمی کنید،
عرض میکنن ایکون و داده که یا رسول الله ممکنه که این زمان میخواد از این بالاترم بیاد، زمانی میاد که به منکر عمل میکنید و به معروف عمل نهی میکنید، ایکون و داده که یا رسول الله بعد از این بالاترم بیاد، کیفه بکن زمانی که المنکر اندکن معروفون و المعروفو منکر، یعنی اون حس تشخیص شما دگرگون میشه. یه همه حدیثی است که خوندم الان، ان الذنوب اذا تطاوعت على القلوب اغلقتها، دل رو میبند و اذا اغلقتها قلب انسان رو بست اتاها من اذن من قبل الله تالا الخط یا اطار خط این ایزن از خط منده ولی باشد، خط همون مهر هم که میدانیم چیزی که میخواستن نقل و تصرفی درش نشه اطرافشو یک نخی میبستن، اون نخو یک گره میزدن و روی یک گره یه تکیه ماده چسبنده مثل خمیر یا گل میزدن و روی اون ماده چسبندن یه مهر میزدن. اگر میخواستم دخل و تصرفی در اون چه بکنن با نخو پاره کنن، یا نخو پاره نکنن گره رو باز کنن، گره رو بخوان باز کنن با مهر بشکنن، اونو بشکنن و باز کنن. این کنایت از چیزی که دخل و تصرف درش نمیشه، نه چیزی وارد میشه نه چیزی خارج میشه. قلب انسان به مرحله این رسد که عقل قطع بسته میشه. این درست خطرناکترین مرحله زندگی انسان است. جایی رسیده که تمام انبیا، تمام کتب آسمانی، تمام واعظان دنیا برای این سخن بگن فایده نداره. مثل چشم نابینا تمام دنیا هم نور و روشنایی باشه نمیبینه، دیگه نمیبینه. در نور روشنایی خورشید کمبودی نیست، در این چشم اعما کمبودی. قلب انسانم که اغلاق پیدا کرد چنان می شود که دیگه هیچ موعظه‌ای در اون اثر نمی کنه و رو تمام انبیا و اولیا و تمام کتب آسمانی باشه. چرا؟ برای اینکه اغلاق شد، مهر برانه ها. چرا مهر نهاده شده؟ تطاوب از ذنوب گناهان پشت سر هم آمده، آثارش متراکم شده، قلب انسان به رنگ گناه و گناه به رنگ قلب انسان در آمده و دیگه احساس قرب نمی کنه، احساس شرمندگی در پیشگاه خدا نمی کنه، بلکه از گناهش احساس سرفرازی خواهد. این مرحله هیچ راه بازگشت نیست و انبیان در باره این اشخاص هیچ کاری نمی کنند، هیچ کاری سواب نمی کنند. انذرت هم امدم تنذر هم امدام داریم. انبیان و اولیان و آز و مربیان اخلاق اصلاح دارن انسان به اینجا نرسه، رسیدی بیمدش یک کار به کارش نخواهند داشت. این مثل همون داستان نوح پیغمبر است که ولا تو خاطب نیفل لبین و ولی این نمون مبارکون، دیگه حرف اینا نزن، اینا دیگه نابود شدنی هستن، دیگه راه بازگشت نمونده، جای چک و چک کم نده. ولا تو خاطب نیفل فلبین ولی اینه هم مغرقون، جای بحث نیست. حالا چه کنه انسان به این مرحله نرسه؟ دستوراتی به ما داره، از جمله دستورهایی که داره به طور مداوم و توبه همه روزه، مثلا همه روزه جز برنامه شون باشه
واقعا توبه کنه. یکی از دستوراتی که موقع خواب داده شده دعا به همه مؤمنین کردن و استغفار از گناه کردن. اگر کار خلافی در روز از او سر زده استغفار در نظر خودش مجسم کنه، نگذارد گناه امروز به فردا و گناه صبح به شام و شام به صبح بیفتد، که این رنگ نفوذ کنه در قلب و روح جان آدمی، روح جان آدمی و به صورت رنگ ثابت در پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می نویسن در حالاتش همه روز هفتاد مرتبه استغفار کرد، یا در موقع عصر یا در موقع شب، با اینکه معصوم بیگناهه ولی تو همون قفلت های جزئی هم ذکر الله، همون ترک اولاهای جزئی برای اینکه آثار اینها و قلب نورانی و مبارکش نمانه، ولی یه ذره غبار این رو شستشو میدهد و دیگران تکلیفشون واضح و روشن. از این گذشته انسان باید همیشه آمادگی داشته باشه. جمله خیلی معنی علی علیه السلام داره، می فرماید لا عبال وقعت و علل موت و وقع الموت و علل، برای من فرق نمی کنه، من به استقبال مرد بردم یا مرد به استقبال من بیادم، چه فرق؟ یعنی من همه لحظه آماده هم، حسابم پاک هست، کار ناکرده ندارم، حسابم پاک. همیشه آدم باید این چیزی باشه. فرآن ملاحظه کردید امروز این جمعیت خیلی شهیدان آوردن بوم، در میان اینها یه جوانی بود که یک ماه همین تازگی پاسدار ما بود، یه جوان بود خیلی مؤدب مهذب، از پاسدارانی که من خیلی خاطره خوب ازش دارم همین کم حرف عجیب کسی هم ماهر نمیکرد، خیال میکرد این دو سه اول ما عمر میکنم و اتفاقا تازه هم عقد کرده بود و هنوز عروسی هم نکرده بود. دوستشون رو به من گفت که اقدام بکنم به ازدواج، گفتم برو چه خوب برگرد که خیالت راحت بشه، رفت و این چیز. البته اینا رفتن رو به مقاماتشون رسیدن و ما این که در اینجا مونده ایم، گوه از این زندگی ترس که نکدران گاهی از زندگی را ترسید، از مرگ نباید ترس، ای خدای نکرده زندگی بی حاصل و بی محتوا بشود اون وحشت ناکی ادام مردن پر محتوا چه وحشتی داره. به هر صورت حوادث همش هم در جبه نیست، چه راست انسان حوادث هست، کسی نمیداند مادا یک سبو ردن و ما تردی نفسون بقیه اولین تموت، حالا که چنین است باید همیشه آمده. برگردیم به بحث عقائدمون، امیدواریم که خداوند به همه توفیق عمل بده. بس در افضلیت امیر مؤمنان علی علیه السلام بر همه صحابه بود بعد از پیغمبر، تا به اینجا هفت دلیل بر افضلیت حضرت ذکر شده. از امروز میریم سراغ دلیل هفتم و هشتم و نهم و دهم، این هم هشت ده دلیل رو میخوام. و اما بچه هشتم، دلیل هشتم بر افضلیت این است که از نظر اخلاق حسن خود از همه اشرف
از همه افضل بود. علی علیه السلام در تاریخش دارد اونقدر دارای حسن خلق بود که دشمنانش بر او عیب می گرفتند و او را دعابه می خوندند. در چی هم داره؟ در نهج البلاغه هم هست دعابه. دعابه هم چه؟ یعنی مزا زیاد شده می کنه، اینو عیب می گرفتند. در حالی که حضرت می فرماید گفتن دعابه هست مثل علامه تایش تایشی مبادره است. و حضرت رو پرشوخی می دانستند، ید عبد در آب است، در حالی که چنین نبود. حسن خلق داشت، یکی از بزرگترین عبادات حسن خلقه. افضل الناس احسن و اخلاقا، از همه مردم بدتر اون کسی که خوشبرخوردتر باشه. داریم در روز قیامت دو چیزه که بیشتر از همه چیز مایه بهش رفتن مردم می شود، یکی تقواست، دیگری حسن الخلق. علی علیه السلام داره این مقام بود، اما در این حال چنان مزا نبود که هیبتش کاسته بشود. از تابعیانش میگن به قدری با هیبت بود که وقتی ما در مقابلش می نشستیم مانند اسیری که در مقابل طرف بوده باشه، اسیر محکوم به اعدام زیر شمشیر چطور هیبت میگیرتش، ما هم هیبت امام میگیرد. در این حال خوشبو هم میگیرد حسن خود فقط به این تبسم و خوشبرخوردی میگیرد. یکی از معانیش اینه، نمیگیم منصر به اینه، یکیش قاد و اشرف هم خلقن، از همه اصحاب خلقش شریفتر قبول. حالا وجه اون سامن دلیل هشتم و تقریره ان علی علیه السلام کان اشرف الناس خلقا و اطلقهم وجها. اطلقهم وجها یعنی چه؟ یعنی گشاده رو بود. طلاقت وجه یعنی گشاده رو بودن. حتی نسبه عمر الی دعابه، البته این معنی مصدری داره، دعابه باشه مثل علامه است، معنی اسم فاعلی داره. دعابه باشه معنی مصدری و اسم مصدری داره. نسبت دار عمر حضرت رو به شوخی و مزاح رو خیلی شوخی. مع شدت بعثهی به هیبته، در این که مزاح میکرد، خوشرو بود، طلیق الوجه بود، شدید البعث این فوق با حق هیبت با هیبت. حالا سعه ابن سبحان که از اصحاب خاص علی علیه السلام و از اصحاب شجاع کان فینا که احد بین ما زندگی میکرد، مثلی که از ما بود، بیریا بی تکلو فی لین جانب. لین جانب یعنی نرم خوب بودن، نرم خوب و شدت تواضع و سهولت قیاد. سهولت قیاد یعنی آسانگیر، سختگیر نبود. و کنا در این حال نهاب و محابت الاسیر المنبود نسیاف الباب فعلاوت سه. در این که این همه متواضع بود، جمع بین اعداد داشت، چنون باشیم که بسته شده باشد برای شمشیری که بادای سرش باشه، یمچین حیبتی هم احساس باشه. و قال معاویه قیس بن سعد، دقت کنید عبارت رو، رحمه الله ابا حسن. معاویه گاهی در لباس اظهار بزرگی کردن برای علی علیه السلام مذمت میکرد، نیش میخواست بزنه، این رو میبرد در لباس و اصطلاح کرد. اصحاب یارانم که حاضر بودن میشنیدن، فورا جواب میدادن و دفاع میکردن. به قیس ابن سعد
که از یاران علی علیه السلام بود، گفت رحم الله ابا حسن فقط کان هشن بشتا، فلقد کان هشن بشتا. هش به معنی شخصیست که فرحناک، بش هم به معنی بشهاش علی بود و فقه فرحناک و خندان. علی علیه السلام هش و بش یعنی خیلی خلاصه فرحناک اینها زافکا هده کلمات خوشمزه بود، میخواست مقام حضرت پایین بیاره در لباس تقریب. من اعتماد میگم اون خوش و بشی هم که در فارسی میگیم خوش و بش نیست، خوش و بش هش و بش بوده. بلا خوش و بش یعنی چه در فارسی؟ من این هم هش و بش یعنی انسان فکاهی بگیر و خوشمزگی بکنن. بعد زافکا هم فکار فقال قیس، قیس دید میخواد نیش بزنه این مرده مغرق، گفت اما الله لقد کان فی تلک الفکاهه و طلاقه احیب من زیدت دتین قد مسه و طلاق. این عبارت یادش گفت به خدا قسم در این اینکه دارای مزار و طلاقه بچ بود پر حیبت تر از زیلبدتینی که یا زیلبدتین قد مصر و طبا. این دو معنی میشه در این تر لبد به معنی لباس صوف یعنی لباس پشمینه، یعنی این مثل کسی باشه که دو تا لباس پشمینه پوشیده باشد. قد مصر و طبا، طبا به معنی جوعه یعنی آدم باشد و پشمینه پوش. این اشاره به این است که آدمی که دارای هیچ گونه وفای در زندگی نیست در این که دارای خوشرویی و طلاقت بچ بود از نظر غیبت مثل یک زاهد کاملی که هیچ و خواهی در زندگی نداره، نه زندگی بر او میخندد نه او بر زندگی میخندد، دارای حیبت. یه معنی، یه معنی دیگه هم لباده، لابه یکی از معانیش از حد شیر زیبدتین یعنی کسی که صاحبه دو شیر هست. قد مسته و طبا که شیرهای گرسنه چه حیبتی دارن، البته مسته هما باید باشه روی این، مگر اینکه بگیم زمین مفرد اینجا به تصمیه باز باشه. مانند کسی که دارای دو شیر گرسنه در کنارش باشه داره چه حیبتی هست، یه چین حیبتی. معنی اول مناسب تره از معنی دوم، زیرا اونی که به معنی شیر آمده لابد آمده، لبد معلوم نیست به معنی شیر آمده باشه، لابد آمده. و علاوه ضمیر مصحو هم مفرد زی برای میرد بله؟ زی برای آخه زی که یعنی صاحب اون تأثیر در غیبت نداره، اگر صاحب شیر گرسنه باشد ابهت ایجاد میکنه، ابهت اون وقتیست که خود شیر گرسنه باشه داروی حیبت رو باشد. به هر صورت به معنی اول باشه یعنی همچون شخص بیگانه از دنیا که نه دنیا بر او میخندد نه او بر دنیا میخندد، همچین حالتی داشت یعنی حالت حیبت از رو بیان میکرد. بعد میگه تلکه حیبت و تقوا، این حیبت تقواست. لیسه کما یه ها بکر قام و شام، حیبت او مثل حیبت تو نبود. تقام به معنی اوباش یعنی حیبت او مثل حیبت اوباش شام از تو نبود. ما ترس شمشیر توست، ترس قهد حقوقش بود. هر سه معنی اوباحت از مقام نیست،
اونچنان نبود که اوباش شام از تو حیبت میگیرن. بنابراین ملاحظه میکنید که مردانی بودن خیلی شجاع، یعنی که ماویه مرد خشن و خطرناکی بود، اما وقتی میدیدن شخصیت مولا به مخاطر افتاده و مغرضی داره انتقاد میکنه، جواب میدادن علاوه این که دفاع میکردن به خود ماویه هم نیشو میزدن و صدرش دفاع کرد دیگه، لیسه کمایه ها بکرد تقام و شام، این زردی زربتی زربتی نوش کن، باید یه ضربه در مقابل اون ضربه بهش بزنن. از و این از این نتیجه گیری کنم فیکون افضل من غیره، پس علی علیه السلام افضل از غیرش بوده. حیثو جمع بین متضاد داد، جمع بین متضاد دهی کرده. میدونین نزا با ابهت جمع نمیشه و رضا در روایات هم داریم مزا حیبت و عباحت رو میبره. ولی حضرت در این که مزا هم میکرد دعای بکنه عباحت این جمع بین متضاده جز در افراد فوق العاده و برمرد ممکن نیست. حیث جمع بین متضادات من حسن خود و طلاقت وجه و ازم شجاعته و شدت بعثه، شدت بعث یعنی خلاصه دارای قباحت بودن، و کسرت حروبه، شدت بعث معنی قویه در جنگ بودن هم میاد. قال و عمدم هم ایمانه. نهمین فخر از افتخارات علی علیه السلام این است که از همه مقدم تر بود در مسئله ایمان، هم خود پیغمبر شهادت داده که من به تو ازدواج کردم ای فاطمه تو را به کسی که عقدم و ناس ایمانم شهادت بده، و شهادت دیگرانم شهادت دادم. خود حضرت هم در ملأ ناس گفت هیچ کس انکار نکرد، فرمود من از همه مقدم تر ایمان آوردم، اصحابم بودم، کسی نگفت آقا فهم کس قبل از شما بود. و شهادت تاریخ همه همین است که میگن روز دوشنبه بود بولا پیغمبر محبوس به رسالت شد، روز سه‌شنبه علی علیه السلام ایمان آورد. تلایرادی که کردن به این مسئله این است، دشمنان که در صددن همه فضائل رو نادیده بگیرن اصلاح نمایی خودشون رو علی علیه السلام قبول دارن، ولی خب اصلاح دارن فضائل رو تو میتونن کم رنگ کنن، نه ازام پر رنگ بشه مواد شیعه ها بله سو استفاده کنن و قول بنا مثلا. در صورت آمدن در اینجا ایرادی کردن، گفتن به این که علی علیه السلام ایمانش قبول نبوده در این زمان چون کودک بوده. بعد ایشان یه محاسبه ای میکنه، مطابق اون محاسبه علی علیه السلام در اون زمان یا 12 ساله بوده یا 13 ساله. در 12 سالگی و 13 سالگی بلوغ شرعی امکان پذیره، به خصوص در مناطق یعنی بالغ میشوند. اینا زمینه میکنه با شهادت پیغمبر، اینکه پیغمبر فرمود اقدم اون اسلامم بوده، این دلیل برای این است که علی علیه السلام در 12-13 سالگی حتما بالغ بوده و اسلامش اقدم. جواب دومی هم بدن، فرزند بالغم نبوده غیر بالغ هم اسلامش قبول بوده، لقبل اسلام ما حتی عبادات صبی هم میگیم صحیحه، تمرینی نیست. بچه‌ای که بفهمد آداب نماز و نماز بخواند نماز صحیح واجب بود، بنابراین ایمان در کودکی هم اگر کودکی باشد بفهمد ایمانش قبول خواهد شد. ولی چیکار به بلوغ سنی داشتن؟ به بلوغ سنی دارن؟ نه به بلوغ سنی داشتن. قال مهدم هم ایمانن اقول آدا و چون تاسه این وجه نومه و تقریر و بیانش این معنیان علیه السلام کانه علم الناس ایمانن
و روا سلمان الفارسی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال. کی گفت؟ پیغمبر، نه سلمان، انه پیغمبر. اولکم ورودن علی الحوض و اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب. اولکم ورودن علی الحوض یعنی چه؟ یا اولکم ورودن علی الحوض، علی الحوض میشه، علی الحوض هم میشه باشه، علی الحوض شاید بهترش. و البته چون داریم اونجا پیغمبر در کنار حوض هست، وارد بر پیغمبر مطلوب میشن که علی عرض میکنم اولکم ورودن علی الحوض اندر حوض، این امکان داره ولی علی الحوض باشه ساختره. اولین کسی که وارد بر حوض کوثر می شود و اولین کسی که اسلام آورد علی بن ابی طالب. و قال انس که باز از صحابه است و اصلا به النبی صلی الله علیه و آله و سلم یوم الاثنین روز دوشنبه و اصلا علی بن یوم الثلاثاء روز سه‌شنبه. استاد چطور جمع میشه با اینکه ما میگیم امیرالمومنین قبل از بعثت پیغمبر مسلمان بودن؟ این روایت و قال علیه السلام، این سند چهارم از خود علی علیه السلام، یوما علی المنبر انا صدیق الاکبر، کسی که صدیق اکبر است، صدیق یعنی بسیار صادق، بسیار صادق، هم صادق است و هم تصدیق کننده پیغمبر. صدیق اکبر منم و انا الفاروق الاعظم، اینا القابیست که خلیفه اول و دوم میدادن، صدیق اکبر و اولی میگفتن، فاروق اعظم به دومی. فرمود صدیق اکبر و فاروق، فاروق اعظم منم. فاروق البته میدونی چیه؟ چیه؟ کسی که حق و باطل رو از هم جدا فرق میگذارد بین حق و باطل. صدیق اکبر و فاروق اعظم منم. آمن تو قبل ان آمن ابو بکر و اسلم تو قبل ان اسلم، پیش از ایمان و پیش از اسلام و اسلام ایمان آمد. و کانه یعنی این سخن لا علی بر منبر بود که صحابه هم پای منبر بودن، و کانه ذالک به منظر من از صحابه و لم ینکر علیه احد، احدی ایراد نکرد. این دلیل بر قبول. سند پنجم، و روا عبدالله ابن الحسن قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول انا اول من صلا و اول من آمن بالله و رسوله و لم یسبقنی به الصلاة الا نبی الله. لم یسبقنی به الصلاة، کسی
سبقت بر من نگرفت در نماز خوندن مگر پیغمبر. سند ششم خدیجه نبودی معلوم شه؟ حتی قبل از خدیجه بودی، حتی قبل از خدیجه. یا منظور از مردان بوده باشه که من اولین کسی بودم از مردان، خدیجه اولین کسی بود از زنان. دو تا احتمال بود. سند چندم ششم همزمان بید با ایمان بودن سواب هم بود بود بله سواب. و لعنه کان فی منزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام در منزل پیغمبر بود، در تحت کفالت پیغمبر بود، شدید الاختصاص بهی، اختصاص کامل به پیغمبر داشت، عظیم الامتثال لاوامره، تسلیم اوامرش بود، لم یخالف و حتی هرگز مخالفت نکرد. و ابوبکر کان بعیدا عنه، دور از پیغمبر بود، مجانبا له، جدا از اون بود. فیب خود و بسیار بعید است عرض الاسلام علیه قبل عرضی علی علیین، بسیار بعید است که پیغمبر عرضه داشته باشد اسلام و علیه ملکی بر ابوبکر قبل عرضی علی علی علیه السلام به خصوص، قبل از آنی که عرضه بر علی به خصوص داشت. و از نزل قوله تعالی و انذر عشیرتک الاقربین، خداوند هم که اول دستور انذار عشیره اقربین داده و علی هم داده عشیره اقربین بله یه اسلام به عمومی بوده. ایها الناس من قال لا الکون و لا اله الا الله توفیر، این عرضه اسلام است به عموم. اسلام به خصوص به این شخص بگن آمین، او بگن آمین، او بگن آمین. لا يقال ان اسلامه كان قبل البلوغ فلا اعتبار له، اعتباری بهش نیست. لاننا نقول المقدمتان ممنوعتان، هر دو مقدمه ممنوعه. مقدمه اول چیه؟ این که قبل البلوغ. مقدمه دوم چیه؟ این هم اگر قبل البلوغ هم باشه باطله، نه نه قبل از بلوغ بوده، نه اگر قبل از بلوغ باشه باشه. حالا بیان اما بولا فلعن سن علی علیه السلام کان ستتن و ستین سن. علی علیه السلام عمر 66 سال بود، او 65 و 60 یا 65، از 66 بیشتر نبود، از 65 کمتر. و نبی صلی الله علیه و آله و سلم بقیه بعد الوحی 23 سنه، پیغمبر هم 23 سال بعد از وحی. این 23 سال در نظرتون باشه. و علی علیه السلام بقیه بعد النبی نحو من 30 سنه، علی هم بعد از پیغمبر حدود 30 سال زنده میشه. قبل 53 سال، از 66 سال کم کنیم میشه چقدر؟ 13 سال. از 65 سال کم کنیم 12. پس یا 12 یا 13 سالگی بود که پیغمبر مبعوث شد. این روایت معتبرتر همین، اونه که میگن 63 سال بود میگن همین 10 سال بود در موقعی که پیغمبر عرضه اسلام، اونا میگن 10 ساله باشه بالغ هم نباشه یقبر. و همیان علیه السلام بعد یه بعد نبی نحو من 30 سنه، فیکون سنه وقتا نزول الوحی فی ما بین 12 سنه و بین 13 سنه یا 13 یا 12. و نبلوغ فی هذا الوقت ممکن، ممکن فیکون واقعا، هر ممکنی که واقع نیست. میگن این ممکن واقعا امکانش که قبول کردیم، وقوعش که چه داریم به دلیل پیغمبر فرمون اولتون اسلام هست تا یکون واقعا به قولی صلی الله علیه و آله بخوندم زوجت تو که اقدم هم اسلامن و اکتر هم علمن. معلوم این ممکنه که من اسلام آباده باشه، من در سن بلوغ هم بوده باشه و
بله قبل از بلوغ پذیرفته بوده. اونها معلوم نیست که این اول حکم میان اول امت. اول امت خب ممکنه که در یه وقت کنن که کمتر از یعنی ایشون 5 سال بعد اسلام آورد. نه اون همون موقع اول اونها 10 سالش بوده اش پذیرفته. پذیرفته خود مقدمه دومی که میگیرن. خب ولی مقدمه اول از این قضیه مقدمه اول بود فرض این است که این اسلام قبل از بلوغ لالو لالو اگر اسلام قبل از بلوغ لالو بود چه پیغمبر رو اول کن اسلام بود پس فرضش باره مقدمه اول فرض بر این است که مقدمه دوم قبول نکن این اسلام قبل از بلوغ لالو بود اگر گفتی لالو بود باید قبول کنی علی علیه السلام بالغ بود چون همین اول کن اسلام اولا نوشم شده انشاءالله بسیار و هم باید مقدمت و ثانیه فلان نستبی قد یکون و رشید در کامل العقل قبل سن الولوغ فیکون مکلفا البته نکون مکلفا مکلف به همه چیز نیست مکلف به اصل اسلام و لهذا حکم ابو حنیفه به صحت اسلام سبیل ابو حنیفه که از علمای اهل سنت هست گفته اسلام سبیل صحیحه لذا کان کذالک دل علا کمال سبیل دلالت بر کمال سبیل داره اما اولا خلاصه میخوام بگیم اسلام سبیل از اسلام دیگران مهمتر بچه اسلام بیاورد مهمتره مثل اینکه میگه وقتی بچه ها بدوند به میدان جنگ مهمتر از این است که بزرگ سالان به میدان جنگ برند انتظار اما اولا فلان اتباق سبیان مجبورتون علا حب العببه طبیعت سبیان مجبور جبل نیست و حب العببه تابع عبده این باشن و میل الیه ما میل به پدر و مادر کنن فعراض و سبیعن هما اگر بچه ای از اونها اعراض کنن و توجه الالله و تعالی و متوجه به خدا بشه ایردون لعلا قوت کماله دلالت میکنه ولی که واقعا اون خیلی کامل البته این روی این مبناست که ابو طالب تون وقت ایمان نیاد ما نمیگیم ابو طالب اول الناس ایمان هم ما میگیم ابو طالب ما تا مؤمنه در مقابل جمع کسیری از حل سنت که اصلاح دارن ابو طالب و غیر مؤمن از دنیا ببرن ما میگیم ما تا مؤمنه اما اول الناس ایمان هم بود نه قبل از علی قبل از پدرش ایمان هم شما میگیم توجه حب والدین لازمش این است که تابع عقیده اونا باشید یعنی تقلید کنند به خاطر همون وابستگی بچه وابسته وابسته شد نمیشه از پدرش جدا بشه زودتر از پدر اونا بیاد اگر از ابوالحسن که ما میگیم که حضرت در اسباب شارخه بودن پس ابوالطالب حضرت را خارج موحد بودن غیر از مسلمان جواب سوال شما امانت به جواب سوال آقای دیگری دارد ابو طالب موحد اما مسلم شدنش بعد از دعوت پیغمبر ممکنه با فاصله ای معتقد به دینی ساخت بوده معتقد به دینی ساخت اما اسلامش ممکنه با فاصله یه سال باشه با فاصله دو سال باشه محال و اما ثانیا فلعل طبای از سبیان منافیتون به نظر فلیمور العقلیه طبیعت بچه به واضی خوشه منافیست که نظر در امور عقلیه و تکامی فلعلالیه کنه ملائمتون به لعب و لعب ملائم لعب لعب طبیعت بچه حالا اگر بچه پیدا شد فعراض و سبیل اما یلائم و تباعهون ایلا ما یو نافر رو اعراض کردن سبی از چیزی که ملاویم تبشه به سوی چیزی که منافر تبه یدون دو علا عدین من خلقی خیلی کمال دلیل است که خیلی با شخصیت در
دیگه مقام امیر المومنین که بالاتر از این حضرت امیر المومنین سه روزه بود تمام در مقابل اهل خلاف در این حرفا رو میزنید. شما در مقابل یک شیعه هفت آتشه که حرف نمیخواد بزنید، شما میگید سه روز و یه روز اینطوری بود، اون آخره اون ده سال و دوازده سالش قبول نداره، شما حالا سه روز و هم اندازه قبول بکنه اول ناس ایمان هم بقیهش پیشکش. بله فصارت به ذالک هم نبیین علیه السلام کان عبدن هم ایمانه فیکون افضل به قومی آلا فالسابقون السابقون خدا به کل مقربتون. خب و اما دلیل ده مورد ایمان با اسلام چیه؟ نظر این که مدعایشون ایمان بود ولی ادعایشون اسلام و ایمان تفاوتش اینه، تفاوتهایی برای این دوتا گذاشتن ولی یه تفاوت شده قدیده. ایمان فی القلوب است، مرتکب و فی القلوب اسلام ماجرا علی اللسان، اسلام همین اظهار اما ایمان ما وقر فی القلوب قال فی الاعراب آمن ما قل لم تؤمن ولکن قلوا اسلمنا ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. ایمانش قلب اولین کسی بود که اظهار ایمان کرد، در قلبم داشت اظهارم کرد، این چیش ایمانه چیش اسلام، البته نامی دیگه هم داره. و در شیعه مخصوصا این رو استعمال میکنم میگم که اصحار ارتبازه این که اون یه معنی میگه اسلام میگه در اونجا اسلام معنی کسی است که شهادتین رو یعنی اصلین رو به تذیر توحید و نبوت رو، ایمان آن است که اصل سوم رو هم به تذیر که امامت اون اصطلاح میگه اسلام یعنی توحید و نبوت، ایمان یعنی توحید و نبوت و ایمان. قال و افسرون افسرون میکنیم یا افسرون میکنیم افسرون اصل بر همون خبر کانه هاست که قبلان و افسرون رسانن افسرون حالا دلیل آشر این دلیل دهم است و تقریر او ان علی علیه السلام کان ابلغ الناس فی الفصاحه و اعظمهم منزلتا فیها بعد علی علیه السلام که دیگه بر کسی پوشیده نیست، تمام فصحا از او بهره میگیرند. حتی قال البلغاء کافتا همه بلغای اسلام گفتن ان کلامه دون کلام الخالق و فوق کلام المحلول، کلام علی علیه السلام پایین تر از قرآن و برتر از کلام و من هو از علی علیه السلام تعلم الناس و اصناف البلاغه، مردم اصناف بلاغت رو یاد گرفتن. حتی قال معاویه ما سنن فصاحت و قریش غیر و هون، یعنی چه؟ یعنی غیر از علی کسی این سنت فصاحت و برای قریش نگذاشت و قریش هم به نفسه قواره میدن سنت فصاحت را برای قریش کسی جزو نگذاشت این در بدیش اول. و قال ابن نباطر از طبق نبات منظوره که از خواست یاران حضرت حفظت من خطبه این نهت خطبه، با اینکه اسبق خودش از خسها و بلغاست میداد، یه من یک سب خطبه علی را پیست. و قال عبدالحمید ابن یحیی که اونم از بلغای عربه حفظت و سبقین خطبتا من خطبه حفاظ خطبه از خطبه حفظ کردن. و هم با دارم خبرش یعنی فصحا های عرب و بلغای عرب افتخار می کردن من کسی هستم که هفتاد خطبه او رو حفظ دارم، من کسی هستم که صد خطبه او رو حفظ دارم، فصیح این چنین افتخار بکنه مثل نصیح منبری خیلی خوبی پیدا بشه
میگه آقا من کسی هستم که 10 تا از منبرهای فلان شخص معروف رو حفظ کرده. این همیشه نمون خیلی مهمه که این آقا به حفظ منبر او افتخار میکنه. اینطوریه دیگه. کتاب اومد چیه؟ بله؟ کتاب اومد چیه؟ کتابی که از او روایاتی از اون نقل نشده. بله. حالا نه از او از هیچ کدام از خلفا نهج البلاغه که از علی مونده خود بهترین دلیل هم بر اکثر اون علم هست هم بر اذهب اون هم بر اصد اون رعیم هم بر ابلاغ اون افسان رسانه خود این نهج البلاغه نه یه دلیل علی از هیچ کس مثل این نهج البلاغه نه مثل آن نه قال و اصد هم رعیم همه آرابش محتمتر اول از صدقون رعیان دارای صداد رعی استحکام رعی حالا دلیل و حالی اشار دلیل یادان بر افضلیت و تقریر ان علیان علیه السلام کان اصد الناس رعیان از همه رعیش محتمتر بود بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اجودهم تدبیرا تدبیرش از همه بهتر بود و اعرفهم به مزایای امور و مواقع از همه به مزایای کارها و موقعیت کارها بالاتر بعد یه سند تاریخی خوبی میارن در موقعی که جنگ با ایران ساسانی باش واقع می شد و یا در فلسطین عبدو بحث بود که عمر در زمان عمر بود شخصا برود که اون روید مشورت کرد و فرمود صلاح نیست که بروید اونجا همینجا بینشین اداره کن و بعد هم دیدن حق همین بود که او نمی رهد و می ماند و اثر بیشتری گذاشت و هوندری اشار علی عمر به تخلف عن قلوب روم و فرس و خودت شخصاً نرو و میدان جنگ روم و فرس شکر نکن و بعثاً نقواب اون نمایندگانش رو فرستاد و اشار علی عثمان در مورد عثمانم حضرت فرمود صلاحتو میبینم بیایی با این مردمی کنار بود گوش نداد و شد آنچه شد و اشار علی عثمان به مافی صلاح و صلاح المسلمین فخالفه و مخالفت کرد حتی قتل تا اینکه به خاطر همون اعمالش کشته شد فیکون افضل من غیره این دلیل بر افضلیت است